سلام، دوباره تقدیم میکنیم. خوش آمدین به بخش سرخط برنامه بامداد امروز ما، و مهمان ما هم سید جمال خورشید هستند. اینجا با ما هم فعال سیاسی، امروز میخواییم در رابطه با پروژه تاپی با ایشان صحبت های داشته باشیم. آقای خورشید سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. صبح شما بخیر، صبح تمام بینندگان و مجموع بینندگان برنامه. میخواد در نخواست در رابطه با عزیز صحبت بکنیم که به نظر شما تاپی برای افغانستان چقدر مهم و حیاتی هست؟ خب بدون شک پروژه تاپی به عنوان یک قدرت کلان و به عنوان یک کانال اقتصادی بین ترکمنستان و افغانستان و پاکستان و هندوستان که از دهه 90 به این طرف، دهه 1990 به این طرف که اما طرحش و تفاهمش و قراردادش که ریخته شد، اما بنابر بعضی مسائل ناامنیتی و ناهمواری های بی‌ثباتی که داخل افغانستان بود، جنگ های درون حزبی بود و بعضش آمدن آمریکایی داخل افغانستان بود، فعالیت ها و گستردگی حملات سرکوبگرانه مخالفین مثل دولت افغانستان باعث شد که بالاخره پروژه عملی نشود. اما اکنون که ما در حال برخبرداریش هستیم، ما در حال نتایج اخیری و نهاییش هستیم که در 1814 کیلومتر از ترکمنستان به افغانستان میآید و از افغانستان به پاکستان و هندوستان میآید که عمده ترین اما راه ترانزیتیش و کانال ارتباطیش افغانستان است که 816 کیلومتر مکعب 814 کیلومتر پروژه تاپی داخل افغانستان است که مربوط از جغرافیای هرات با نیمروز، قندهار و اوتر واصل میشه به پاکستان و هندوستان. ما از دید اقتصادیش و ای که چقدر زمین اشتغال زایر مساعد میسازه، جغرافیای سیاسی تاتونومی افغانستان از روشنایی از استفاده گاز بهره مند میشه و شهروندانشان آماده کار و گپا میشه. منم میخوام بپردازم، اما از دید سیاسیش و از نگاه سیاسیش که به خاطر همگرایی منطقوی و به خاطر از بین بردن بی‌اعتمادی ها، سوی زنه ها و ناهمواری هایی که در تعامل در نوعیت برخورد افغانستان و پاکستان، رقابت های پاکستان با هندوستان و همکاری دیرینه ترکمنستان با کشورهای جنوب آسیا بودند، بدون شک خالی از تصاور و خالی از برآیند مثبت نمیتونه باشه. من خورشید ببینیم، من میگم در قسمت که افغانستان اگر استفاده بهینه داشته باشه، اگر بحث آزادی شهروندی، اگر بحث امنیت ملی، اگر بحث استقلالیت سیاسی داخل افغانستان قطعا بتونه حل بسازند، با یک راهبرد کلانتر در امر حفظ و نگهداری و کنترل و نظارت این پروژه تاپی که در محدوده 816 کیلومتر مربوط به افغانستان مربوط میشه بتونه حفظ و نگهداری داشته باشه، و از طرف دیگر این باعث شود که حداقل یک ابزار استفاده در امر تامین نوع رابطه و نوع تعامل برای بیرون رفت از ناهمواری ها و کشمکش هایی که در اواخر بین افغانستان و پاکستان بوده، رقابت های ناسالمی که بین پاکستان و هندوستان بوده، میتونه استفاده بهینه بکنن و بتونن که از افغانستان به عنوان یک بازیگر خوب، به عنوان یک کشور همسو با مسائل مشترک کشورهای منطقه استفاده خوب داشته باشه. آقای خورشید، به نظرتان آیا پروژه تاپی را میتوان برای همین کشورها یک منافع مشترک تعریف کرد؟ خب دقیقا باز هم گفتم که بحثی در اوضاع علوم سیاسی به هر پیمانه ای که رابطه تجارتی و رابطه اقتصادی بین کشورها و بین همسایگان و بین متغیران فعالی با ساختار بین الملل اگر نزدیک شود، به همان پیمانه بی اعتمادی ها، سوی زنه ها و رقابت های ناسالم از بین میره. قطعا من پروژه تاپی را یک امر خیر، یک گام مثبت در امر داشتن یک تعامل و یک رابطه مثبت، یک رابطه بهتر، یک رابطه محقق و مقبولتر بین افغانستان در از بین بردن تیرگی و در از بین بردن اختلافاتی سالهای متمادی با افغانستان داشتن، ما میخوام این عنوان بکنم. باز هم من میخوام خدمتتون این را به صراحت اعلام بکنم، اگر دولت افغانستان کنار بیاید، حکومت پاکستان با هندوستان کنار بیاید، ترکمنستان که ما نقطه اصلی تمویل و تولید پروژه تاپی یا گاز تاپی هستند، اگر بتونن که در یک تشکل منطقوی، در یک گفتمان منطقوی با استفاده از همین رابطه اقتصادی و تجارتیشان تمام کینه، تمام تیرگی و ناسازگاری که سالهای متمادی اینها به این شکل استفاده بکنن، من میخوام بگم که پروژه تاپی میتونه سرنوشت ساز قلمداد شود و افغانستان هم از این بدبختی، از این ویرانی و از این بی‌ثباتی و کشمکش. منظورتان از کنار آمدن همین دوری ها هستن؟ منظورتان از همین کنار آمدن افغانستان و کشورهای دیگه که کنار بیاین، یعنی چی مثلا؟ این کشمکش های سیاسی که در بینشان است و یا
موضوعات دیگری که است. خب باور ما بدین است و اعتقاد و نگاه ما بدین است که پروژه تاپی گفتم یک بخش کلانی از ناراحتی و از کشمکشی و تیرگی رقابت های ناسالم که بین بازیگران محیط بین الملل در همسایگی افغانستان سالهای متمادی جریان داشته میتونه از بین ببره. اگر افغانستان گفتم این یک ابزار قرار بوده، حداقل کشورهای منطقه بهانه برای از شوا پروژه تاپی بهانه برای از شوا که اینا گرد هم بیاین رقابت سیاسیشون از بین، رقابت های سالم ناسالم سیاسی از بین بروان، کشمکش های ناسالم سیاسی از بین بروان، اینا بتونن تحت یک چتر منطقوی حداقل از پروژه تابعه استفاده به اینا داشته باشن. که حالش ما ببینیم که بحث نقاط مشترک و بحث نقاط قوت بین افغانستان و پاکستان، بین هندوستان و پاکستان و بین افغانستان و ترکمنستان، شما ببینید که از دید فرهنگی، از دید دینی و و و بسیاری مسائل است که حداقل بین این کشورها واجی مشترک وجود داره، مخارج مشترک وجود داره. اگر این کشورها باز هم میگم که اگر این کشورها با استفاده از فرصتی که اختیار دارن، با استفاده از تجربه تلخ و از همون برایند تلخ که سالهای متمادی دچار سرنوشت سیاسی و دچار حیات معنوی و حیات ملی مردمشان شدن، اگر بتونن با استفاده از اون تجربات تلخ روزگار دیروزشان اینو استفاده بهینه داشته باشن، کنار هم بیان رقابت های ناسالمشون از بین ببرن، برن به طرف همگرایی منطقوی، صلح منطقوی و ایجاد امنیت، استقرار ثبات و در واقع حفظ و نگهداری امنیت ملیشان. یک اشاره هم داشته باشیم در رابطه با فواید اقتصادی هزی پروژه برای افغانستان. خب اما خب من باز هم میگم که من دانشجوی حوزه اقتصاد نیستم، اما تبعاتش، برایندش و خوشباوری ها و خوشبینی هاش برای ما این است که امروز هر استادی حوزه اقتصاد که شما ببینیم پروژه تاپی را یک گام مثبت، یک ارزش، یک قیمت برای افغانستان، برای شهروندان افغانستان میدانه و از طرف دیگر زمین اشتغال زایی را برای هزاران شهروندمان در غرب افغانستان، در جنوب افغانستان مساعد میسازد و از سوی دیگر افغانستان یک بخش کلانی از نیازمندی هایی که بس برق است و بحث گاز است و از طرف دیگر بسیار مسائلی است که نیازمند اولیه مردم افغانستان هست، پروژه تاپی میتونه مرفوع بسازه و در این نقطه نظر اگر باز هم امنیت داخلی افغانستان مورد نظر گرفته نشود، من فکر میکنم که پروژه تاپی باز هم سرنوشتش، نتیجهش و لغو شدنش و از بین رفتنش باز هم به دهه قبل از 2000 و تا حتی ببینید که گفتم که از دهه 1990 به این طرف پایه‌ریزی شد، تفاهم نامه امضا شد، قراردادش امضا شد، هزینه شان مشخص شد، ولی امروز بنابر ملاحظات درونی، بنابر تیرگی های داخلی و بنابر ناامنی و بی‌ثباتی در جغرافی سیاسی تحت نام افغانستان وجود داشت، این پروژه به بهره برداری سپرده نشد. اما از دید اقتصادیش کلا دیدی مثبت است، شهروندان امروز خوشبینی هایی را نسبت به این پروژه دارن. حتی شما دیدین که شهروندان ما و شما در غرب و در جنوب افغانستان، در غرب افغانستان با پایکوبی آمدن و بالاخره مراسم خوشی را برگزار کردن، که این میتونم یک روحیه مثبت و یک رویه همگرایی و یک رویه همپذیری را بین کشورهای منطقه ایجاد بکنه و در بود اقتصادی و تجارتش برای عامه شهروندان افغانستان مفید واقع شود. خیلی هم سپاسگزار هستیم. سید جمال خورشید، فعال سیاسی، سلامت باشید. سید خوش آمدید. خب در این گوشه ما از حضورتان تا خداحافظی میکنم تا دیدار فردا که دوباره برمیگردیم و گوشه دیگر همکارا مریم خرمی در خدمت. بله، یک سری میزنیم به فیسبوک و نظرات شما و ای که میبینیم که چند فیصد از دوستا از گزینه بله استفاده کردن و چند فیصد از گزینه نخیر استفاده کردن، موضوعی که ما در فیسبوک امروز داشتیم. خب 13% بله، به نظر شما آیا مریضان ما آیا مریضان ما دکتران مطابق و آرمان خود را پیدا کردن می توانند؟ 13% گفتن بله و 87% گفتن نخیر. خب این هم نظریات شما بود. تشکر از نظریات شما و پایان برنامه امروز رسیدیم و اگر شما پیامی دارین، نظری دارین، بر ما در فیسبوک گفتنی هایتان را بنویسین. وقت خوب و خوش براتون می خواهیم. خدا نگهدار.